Manzaranızdan dolayı için. Kuruvati berilmiş aynen gelakta. Kuruvati berilmiş. Ana mücahit tutak ya adamla. Buradan oradan. На мехалдан где-то поймай. А их как еще даже. Полный прайм я и не гах. Вот дома не гах. О, он уже рафтайсан. Уже рафтайсан, это и пара. И не езжай там маги. А не езжай не гах, не вот дома. در ماه مبارک رمضان کوزه میگیرن. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها هم روزدار هستیم. حالتی که میخواهم گپ بزنم دهانم خوش شده ساده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. این سبب برادران عزیز گرامی همین چهار صفتی را که الان ذکر نمودم احترام گذاشته، حق عزتی او را گذاشته. شما برای دعوا آمده، برای صدا بلند کردن آمده، برای احترام عزت. خواهش میکنیم برادران عزیز، کلی خواهش میکنیم، خواهشی را رعایه کنه. انشاءالله اینا بزرگا آمدن، جنازه آمد، حضرت مخدوم اسماعیل فکیران آمدن، سخن میکنه، همه گی خواهشی را رعایه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. اما بعد السلام علیکم. از همه شما خواهش میکنم خاموشی را رعایه کنید. دوستای خدا آمدن، خود چون میرسیدن شما جان خیلی مرم این عرض شهادت اید قدر اهلی اعلام این حاضرین این بزرگوارا رو میبینی که همه همه آرزوی قفیدن تابوت حضرت داران، دل دیگر تپش میکنه. بنابراین دوستای عزیز، توصیه ما به شما این است که ما بندگان خدا دوستدار اهل این واقعی باشیم، در حیات قدر کنیم. انشاءالله از این قدر کردن یک عالم ربانی، یک جمعیت انبوه مردم نزد خدا شفاعت میکنه. امید دارم که انشاءالله حضرت داملای استاد، حضرت داملای استاد کل
تمام ما و اهل و بیت و خاندان ما را روز قیامت شفاعت کنه. انشاءالله این امید دارم. حضرت تمام حیاتش برای این ملت بود، تمام حیاتش برای عقیده سالم این ملت بود. یک ذره مثل موه از عقیده که جدا نشد، ذره فکر و عقیده واقعی شد. در ماه مبارک رمضان کوزه میگیرن. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها همه روزه‌دار هستیم. حالتی که میخواهم گپ بزنم دهانم خوش شده ساده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شما، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش را نشاگره. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و سمداری. به سبب برادران عزیز گرامی همین چهار صفتی را که الان شما شد عزیزان اهل اسلام، از مرگ چاره‌ای نیست، از مرگ جای خلاصی و جای گریز نیست، از مرگ جای پنهان شدن نیست، چون که الله مهربان در کلام اقدسی خود می فرماید که کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. هر نفس چشنده شربت مرگ است، سپس به سوی ما برگردانیده می شوید. در این آیه مبارکه یک اخبار عمومی به تمام بشریت است که هر ذی روحی که در این عالم هستی وجود دارد به نوبت شربت مرگ را می چشد، از مرگ جای خلاصی و جای گریز. الله مهربان ما نیم، بنده این نیک را از ما گرفتیم، احترام ما را از ما گرفتی. خدایا در عوضش به ما نیکی بده، خدایا در عوضش بهترین ها را به ما جایگزین بده. انا لله ما اخذ و له ما اعطا. خدا هست که هرچی را خواهد میگیرد به پیغمبر محبوب میگه. امروز والله عزیزترین را گیریم، بهترین ملت را گیریم، دعاگوی ملت را گیریم. خدایا در عوضش به این ملت موت العالم موت العالم، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت عالم است. موت این گونه انسانها از بین رفتن علم و دانش است. امروز از انسان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک می رود. استاد بزرگوارم در پیروی از پیشوایان و گذشتگان
از پی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از پی این علمای امت باز سفر و اون راه جاویدانی و مکان حقیقت و پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همون ساعتی اولی که آمدم هزاران از شما بخشیش میپرسم که به احساسات آزادانه سخن گفته نمیتوانم. غافل مشو که عمر عزیزت دوباره نیست، در بندگی بکوش که فرصت همین دم است، زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. عزیزان از مرگ چاره نیست، اما مرگ بعض انسانها این برای عالم عزیزان موت عالم است. چنانی که بزرگان میگوین موت العالم موت العالم، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت عالم است. موت این گونه انسانها از بین رفتن علم و دانش است. امروز عزیزان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک می رود. عزیزان اهل اسلام، خداوند علم را از میان ما و شما بندگانش و برداشتن و از بین بردن قرآن و سنت از بین نمی برد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از بین می برد. کسانی که امکانیت استفاده کردن، فرصت غنیمت دانستن، از حضرت استاد علم حاصل کردن، مانند حضرت فرمان و دیگر بود شاگردان دارد حضرت که بسیار شخصیت های بزرگ و معتبر در کشور ما هستند، خوشا به حالشان که از حیات ایشان استفاده کردن. اما کسانی که حیات ایشان را غنیمت ندانستن، فرصت غنیمت ندانستن، امروز علم به زیر خاک می رود. عزیزان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه روایت میکند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم. در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها همه روزه دار هستیم. حالتی که میخواهم گپ بزنم دهانم خوش شده این ساعت است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شما، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما
که امروز در دهه رحمت خدا جان سینه شاگرد چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صوم داری. به سبب برادران عزیز گرامی همین چهار صفتی را که الان شما شد عزیزان اهل اسلام، از مرگ چاره‌ای نیست، از مرگ جای خلاصی و جای گریز نیست، از مرگ جای پنهان شدن نیست، چون که الله مهربان در کلام اقدس خود می فرماید که کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. هر نفس چشنده شربت مرگ است، سپس به سوی ما برگردانیده می شوید. در این آیه مبارکه یک اخبار عمومی به تمام بشریت است که هر ذی روحی که در این عالم هستی وجود دارد بنابر شربت مرگ را می چشد، از مرگ جای خلاصی و جای گریز. الله مهربان مرگم، بنده نیک را از ما گرفتی، احترام ما را از ما گرفتی، خدایا در عبادش به ما نکی میده، خدایا در عبادش بهترین حال به ما جلگزین بده. انا لله ما خد و له ما عطا. خدا هست که هرچی را خواهد میگیره پیغمبر محبوب میگه. امروز والله عزیزترین ما را گرفت، بهترین ملت را گرفت، دعاگوی ملت را گرفت. خدایا در عبادش به این ملت موت العالم موت العالم، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت عالم است. موت این گونه انسانها از بین رفتن علم و دانش است. امروز عزیزان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک می رود. عزیز برادر را خواهش میکنم دوستان عزیز و گرامی، هر یکی شما که اینجا آمدین البته اظهار محبت است، البته اظهار محبت است، و الا که مثل شما دیگر اشخاصی هست که در این اسنا به معصیت و به گناه آلوده هستند، لیکن شما در همین سختی مشکلی در همین ازدحام بسیار آمده به خاطر شرکت کردن در جنازه یک دوست از دوستای خدا هست، ان شاء الله این خودش یک اظهار محبت است. حبیب خدا علیه الصلاه و السلام به حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه دستور دادند که ای انس در دنیا تو اگر صبح و شام میکنی، هر کاری میکنی صبح و شام میکنی، قادر باشی بر صبح و شام که صبح و شام کردی، هر کاری که میکنی در دل تو کینه و کدورت و عداوت نسبت یک بنده مؤمن نباشد، باقی عمل تا تمام دادن بگی. یک مفهومی ساده ای حدیث. بعدن حبیب خدا علیه الصلاه و السلام گفتند که المرء مع من احب، شخصیت همراه کسی خواهد شد که در دنیا به او اظهار دوستی کرده باشد. کسی در دنیا به کدام طایفه آدم اظهار دوستی و مهربانی کرد، روز قیامت از جمله اونها میخیزد. یا دیگر جا حبیب خدا علیه الصلاه و السلام گفتند یحشر المرء مع من احب، شخصیت وقتی که قیامت برپا می شود مردم طایفه به طایفه همه از قبرستان می خیزند. اما کسانی که به مثل شما امروز برای اظهار تسلیت و برای سوختن دل و برای شرکت کردن جنازه دوست خدا آمدند، ان شاء الله امید است که طبق دستورات حبیب خدا علیه الصلاه و السلام روز قیامت همراه حبیب خدا حشر شویم و خداوند این نعمت عظما را برای ما و شما نصیب گرداند. و کسی که در دنیا چی گونه عمل کرد پاداش او را میگیرد. حضرت بزرگوار در یک نظمشان فرمودند که
چون سگ دامان پاکان را گرفت، پاک گشت و طبع نیکان را گرفت. سگ اصحاب کف برای اظهار دوستی و کمال دوستی همراه صاحباش در غار داخل شد. روز قیامت خداوند چند طایفه حیوان همراه صاحباش داخل جنت میگردانه. برای حیوانات داخل جنت نیست، در آمدن در جنت نیست، لکن با استثنای چند حیوانی که اونها داخل جنت میشوند. وقتی قیامت برپاشید از حیوانهای شاخدار قصاص گرفته میشود، دیگر حیوانهایی که در دنیا تا قیامت صید و شکار دیگر حیوان بدن، وقتی قیامت برپاشید اینها از اونها قصاص میگیره. بعدن به اینها امر میشود که شما بر یک بارگی همه خاک شوین، لکن چند حیوان همراه صاحباشان داخل جنت میگردند. یکی از او را گفتن که هدهد سبا، هدهد حضرت سلیمان علیه السلام. حضرت سلیمان علیه السلام پرنده ای داشتن، در اصطلاح ما و شما ملاحظ کوتک میگیم، همین جهت خبر آوردن، خبر بردن، مکتوب آوردن به هر طرف او را ارسال میکرد. روز قیامت همین هدهد برای خدمت آن همین دوست خدا داخل جنت میشود. دیگر بزرگا گفتن که شتر حبیب خدا علیه السلام یا خری حبیب خدا علیه السلام داخل جنت میگرده، و دیگر گفتن ناقه حضرت صالح علیه السلام داخل جنت میشود. و از این طبقا سگ اصحاب کهف هم به خاطر اون که همون محبت و دوستیش از صاحباش کنده نکرد، همراه اونا داخل غار شد و در اونجا پوسیده رفت، همون سگ روز قیامت برای اظهار دوستیش خداوند او را داخل جنت میگردانه همراهی صاحباش. در یک روایت آمده است میگه یک شخص روز قیامت برپا میشود، در زیر ترازوی اعمال میبرنش. ملائکه ها نظر میکنن، میگن پروردگار را در این بندت یگان عمل خیر و حسنات دیده نمیشود. خداوند میگه که من از خیر حسنه این آگاهی دارم، شما خوب تفتیش کنین. هر چند نگاه میکنن میگن پروردگار را هیچ چی نیافتیم. خداوند میگفت است از این بپرسین که در دنیا با یگان عالم و یگان دوستی من رابطه و اظهار دوستی داشت یا نداشت. بعدن او را میپرسنش، میگن تا در دنیا با یگان اهل علم، با یگان دوستی خدا، با یگان اولیا رابطه داشتی، دوستی داشتی؟ میگفت است که متاسفانه نداشتم، همیشه به همراه آدمای بدکار و بیهودکار میگشتم. بعدن ملائکه ها به عرض میرساندیان که پروردگارا این بنده در دنیا دعا میکردیان که پروردگارا مناجات میکردیان که پروردگارا اما شنو را کما که بلو اوچکه و شنو شا ملائکه ها می گفتیان که پروردگارا، پروردگارا این بنده در دنیا با یگان دوستی خدا رابطه نداشت، یگان عالم، یگان اهل علم، یگان دوستی تر دوست نمی داشته است، باز اونها هم نشینی نداشته است. خداوند می گفت است که شما بپرسین که در دنیا یگان رفیق داشت که رفیق ای هم نشین و هم صحبت کدام دوستی ما باشد. می پرسنش که تو خی حدی اقل در دنیا یگان دوستی داشتی که او دوستی تو با یک دوستی خدا رابطه و دوستی داشته باشد. بعدن می گفت است که فلان رفیقم، فلان دوستم با فلان عالم و با فلان شیخ رابطه داشت و هم صحبتی داشت و دوستی داشت. خداوند می گفت است جهت اظهار محبتی که برای دوستی دوستی من کرده است، من ایره شفاعتش کردم، من ایره به شفاعت بزرگان آیلش کردندم. و اینم دوستان عزیز، آمدن شما اینم اظهار محبت است و اینم دوستی است. البته دوستان عزیز، حکما گفتن قدری نعمت بعد نعمت غیر آه و ناله نیست. حضرت داملا حضور داشتن، کم رغبتی میکردیم، به اعتباری میکردیم، در صحبتش کم می نشستیم، سخناش نمی گرفتیم، به زیارتش هم نمی آمدیم،
یا بی‌پرواگی می‌کردیم. اما وقتی که امروز شده است، همه ای ما افسوس می‌خوریم که چرا ما یک روز پیش یا یک هفته پیش آمده هم صحبت حضرت نگشتیم. چرا در صحبت حضرت حضور نیافتیم گفته تأسف میکنیم. بزرگواری گفته است از دیده کی رفت بد افسوس خوریم. بزرگواری گفت است از دیده کی رفت بد افسوس خوریم. در زینه خود ریش جهان سوز خوریم. وقتی که شخص معتبر و مشهور و معروف آدم بزرگ وقتی که از دیده ما و شما می روه، بعد ما افسوس می خوریم. بعد افسوس می خوریم که ای کاش ما یک هفته پیش می آمدیم با حضرت می نشستیم. از دیده کی رفت بعد افسوس خوریم، در سینه خود ریش جهان سوز خوریم. تنها تیره ماه یا داریم و بهار، تنها شبی تار ما غم روز خوریم. همون که را بگوی هستیم شب جمعون آخری سوزا سوید بشینه نه مردم بشینه رو خیمو همون کسی هست با همون راج بیای بشینه شما همه چی نکنین بشینین؟ بشینه التماس مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فض فنشي التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والمرقى كتابه Mm-hmm.
دام الله حکمت الله تاجیک آبادی پیش از دنیا را پدرات گفتنش با ما نه وصیت باقی مانده است. یکم، پیوسته با طهارت باشید، طهارت را به طور کامل بگیرید. دویم، پایها را در طهارت پورا بشوید. سیوم، کتاب فرض عین و چهار کتاب را با فرزندان بیاموزید. آنها مهمترین کتاب های حنفی می باشند. چهارم، سر لوچ یعنی بدون تاقی و امامه نماز نخوانید. پنجم، در ختم نماز سه دعا نمایید مطابق تعلیمات امام اعظم رحمت الله علیه. ششم، در هنگام سفر نمازهای سنت را خوانید. کسانی که نمازهای فرضی را خوانده نمازهای سنتی را نمی خوانند نمازشان نزد خدا قبول نمی شود. واعظ و مولوی های سلفی از جمله ختم کرده های پاکستان و دیگر مرکزهای دینی به مذهبان از مذهب غافلند. فتوای آنها ماهیت حنفی ندارد. هفتم، توسط اینترنت تعلیم دینی نگیرید. اسلام را نزد علمای حنفی بیاموزید. هشتم، کودکان را از خردسالی به آموزش اسلام تشویق نمایید تا در این ایام به نمازخوانی شروع نمایند. نهم، نماز بال و پر مسلمان است. در خردسالی بال و پر کودکان را قطع نکنید. ای بچه آدم، جماعت دنیا، همه دنیا جماعت کرد. تو دنیا را جمع کردی یا دنیا تو را جمع کرده بود؟ ترکت دنیا، همه دنیا ترکت کرد. تو دنیا را پرتافت رفتی یا دنیا تو را پرتافت؟ استعدت للمنیه، همه المنیه تو عاجلت کرد. آمادگی برای مرگ دیدی و پیشوازی مرگ خودتو تیار کردی یا مرگ ناگهان آمده بود دست خالی بروی؟ جلکای زیبا، سلحای زیبا، کستان برکای هزار دالر و ده هزار دالر، اما کفن فراموش کردی. بیاد من نمی بیاد که روز اینها را از بدن من می برارم. روز لباسی ما سه خبت سان تنوک است. در پایان نخستین روز ماه شریف رمضان، قلبی اکی از روحانیان سرشناس کشور نام الله حکمت الله تاجیک آبادی در سن 80 سالگی از تپیدن باز ماند. مرحوم یکی از چهره های سرشناس و تاثیرگذار کشور بود. در مورد سنه تولد و تحصیلات دینیش خود نام الله حکمت الله می نویسد. سال 1941 در دهه غیلمانی ولایت قراتگین در خانواده دهقان تولد شدم. به تاریخ 1952 و ولایت قرغان تپه هجرت آوردیم. اینجا علمای شهر بسیار بودند. برادر کلان ما نعمت الله ما را به خواندن علوم دین و عربی تاکید کردند. بالاخره بر حضور پرانوار حضرت مولوی محمد جان خوقندی رسیدم و بقیه علوم را آنجا به کمال رساندم. دام الله حکمت الله تاجیک آباد تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی در نزد مولا نعمت الله، دام الله جورابک غرمی، دام الله نظری، دام الله خوجه کلابی و دام الله شیرعلی اندیجانی گرفته، سپس در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. کارشناسان مسائل دین دام الله حکمت الله را یکی از آخرین نمایندگان مکتب تاریخی و تصوف و تقوا در تمام منطقه می نامند. دام الله حکمت الله روحانی سنتگر بود و رویه های دینی که سالهای آخر به جامعه تاجیکستان وارد می شدند محکوم می کرد. او جانبدار تعلیم دینی اسلام و اصول سنتی بود. حالا کتاب های تعلیمی دینی خیلی زیاد نشر می شود که صحیح یا ناصحیح آن را فرق کردن خیلی مشکل است. معلوم که تعداد آنها می افزاید. اگر در هر یک نسخه نوپیدا یک غلط راه یابد چی قدر می شود. تعلیم دینی انعنوی در مذهب امام اعظم سالهای زیاد به یک مکتب قوی تبدیل یافته است. زمینه معتمد به حساب می رود. خواندن فرض عین اصلی، چهار کتاب اصلی، قرآن، حدیثه صحیح بخاری و غیره ها تعلیم دهیم بهتر است، می گفت مرحوم. دام الله حکمت الله تاجیک آبادی رویه حنفیه را احترام می گذاشت و مخالف سلفیه بر این جریان ها بود. در صحبت گفته است تعلیمات اخلاقی
و اعتقاد موافق تعلیم و روش امام اعظم رحمت الله علیه خوبتر شود تا جوانان از اصل اعتقاد و روش پاک آگاهی داشته باشند و با مسائل خلاف و جدائی نوپیدا نظر نارند. پیش راه دیگر رویه ها را نیز گرفتن لازم است. بسیاری ها و جز از نزاع و اختلاف به اهل اسلام چیز داده نمی توانند و مثال سلفیه. سلفیه گروه نوپیدا تاریخ اصل ندارند. مقصد آنها نام یا شهرت یا غیر آن می باشد. مسائل اختلاف را گرفته در بین مردم خود را نمودار می کنند. گفتگوی آنها همه سمایی بوده از علم کتاب و سنت چیزی نمی دانند. طالب علمان و نوجوانان را از فریب آنها برحذر باید کرد. چونکه آنها خود را سلفی یعنی پیرو سلف می نامند. اما روش آنها خود رایی بوده مردم را می فریبند. داملو حکمت الله تاجیک آبادی از زمره روحانیان بود که همواره از حکومت کنونی در تاجیکستان پشتیبانی میکرد. او 7 سال قبل از مردم خواسته بود در آخر هر نماز در حق پرزیدنت کشور امام علی رحمان دعا کند. در یک صحبتش در مرکز اسلامی تاجیکستان سال 2014 اطاعت از سروران به خصوص اطاعت به پادشاه را واجب دانست. امر اطاعت نمودن به پادشاه در چندین احادیث ذکر گردیده است. اینچنین در عقیده اهل مذهبی حنفی اطاعت نمودن به پادشاه امری واجب می باشد، گفته بود او. نام این روحانی تاجیک در مورد جنگ در سوریه نیز در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. داملا حکمت الله ماه ینور سال 2015 جنگ سوریه را فتنه نامید و گفت شرکت در این فتنه برای مسلمانان از جمله برای جوانان تاجیک روان است. داملا حکمت الله در گذشته عضو فعال شورای علمای مرکز اسلامی بود. سال 2004 نامگذاری زنان را در مساجد تاجیکستان مکروه اعلام کردند. مدیر آن وقتی بخشی فتوا گفته بود داملا حکمت الله تاجیک آبادی مکروهیت نمازگذاری زنان را در مساجد به دلایل قاطع ثابت کرد و منتها همه اعضای شورای علمای اسلامی تاجیکستان از همین موقع پشتیبانی کردند. جانبدارانش همیشه اظهارات و مشورت های او را مهم و به مورد ارزیابی میکردند، ولی مخالفانش پیوسته برای دستگیری حکومت او را ملای دولتی خوانده انتقاد می‌نمودند. داملا حکمت الله تاجیک آبادی در زمان جنگ شهروندی یکی از چهره های تاثیرگذار منطقه و کشور بود. چند قبل با سید الله خیرالله سابق رئیس پارلمان کشور که در سالهای 92 این رئیس ناحیه رشت بود صحبت داشتم. ایشان در مورد نقش این روحانی معروف در منطقه رشت گفتند حاجی داملا حکمت الله تاجیک آبادی در رشتان زمین چون یک فقیه معتبر بین مردم منطقه و بیرون از آن نفوذ کلان داشت. سالهای جنگ شهروندی مخالفان حکومت کنستیتوسیونی از منزلت ایشان سوء استفاده کرده از نامش این فتوا را آوازه میکنند که هر شخص در جنگ به مقابل عسکران حکومتی هلاک گردد شهید راه حق حساب میشود. داملا حکمت الله که یک فرد فاضل و عاقل و بشر دوست بود همیشه از لحظه که جنگ شهروندی در تاجیکستان شروع شد مقابل در دو سنگر بر ضد هم آمدن تاجیکان برآمد میکرد. میگفت که این جنگ به عاقبت و به برادرکش است و نباید به این راه داد. از این سخنان وی مخالفان حکومت کنستیتوسیونی به خشم آمده و قصد جان او خانشان رده های جفر محاصره میکنند. وی از مرگ نخراسیده به نزدشان برآمده میگوید که شما فلان صحیفه کتاب مقدس را باز کنید، فلان حدیث پیامبر را بخوانید، معنی فلان آیت قرآن را درک کنید. بعدن خودش با آنها آیت های اشاره خوانده شده را می فهموند که در چنین جنگ هیچ کس شهید حساب نخواهد شد. بعد از این سخنان برادرش داملا نعمت الله برادر داملا حکمت الله با کنایه بس سلاح و دستان رو می آورد اکنون برید پرانید او را. همه ساکت
از در حولی او قفا میگردند. فقط 3 نفر سلاح به دست به یکدیگر تیر کشاده از دست هم کشته میشوند. پرشناسان مسائل دین نقش دام الله حکمت الله تاجیک آبادی را در معنویت در ثبات جامعه تاجیکستان باریز ارزیابی میکنند و از او چون از نفر خاکسار و فروتن و دورندش یادآوری مینمایند. منور سفر روزنامه‌نگار تاجیک که مسائل دینی را پیگیری میکند میگوید سال 1997 توسط افتابوس به سفر حج رفتیم. ضمن سفر با یکی از شاگردان دام الله حکمت الله که جوان خیلی ذکی و مؤدب بود شناس شدم، هم صحبت شدم. چون صحبت به اولیا شد پرسیدم که آیا در زمان ما اولیا عمر به سر میبرد؟ او با باوری تام گفت که من با ولی بودن استاد دام الله حکمت الله تاجیک آبادی شک ندارم و برای تقویت سخنش چندین لحظه های خاطراتش را آید به حیات دام الله نقل کرد. طول سالها چندین بار و زیارت ایشان مشرف شدم و در برابر حشمت و ذکاوت و فروتنی و خاکساری دام الله قائل شدم. عبدالله راهنما دانشمند تاجیک دام الله حکمت الله را یکی از مهمترین محوران اسلامی سنتی در کشور و شخصیت سطح و اهمیت عموم ملی نامید. با رفتن این روحانی بزرگوار بگمان یک قطب معنوی جامعه کم شد، یک جبهه ایستادگری ملی و مذهبی رفت، محیط دینی و معنوی ما یک حوزه دیگر خالی تر گشت، امنیت اعتقادی مردم یک درجه دیگر آسیب پذیرتر شد. بودن ایشان در زمان فتنه های فکری و دینی یکی از رمزهای سنت و اصالت و استواری بود برای مذهب، برای ملت و حتی برای دولت. از ملک فنا شاه سواران همه رفتند، از ملک فنا شاه سواران همه رفتند، در راه عدم جمله یاران همه رفتند، در راه عدم جمله یاران همه رفتند. گلها به خزان فصل بهاران همه رفتن، گلها به خزان فصل بهاران همه رفتن، از بزم طرب باده گساران همه رفتن، و از قید جنون سلسله داران همه رفتن، و از قید جنون سلسله داران همه رفتن. دل خسته نشستیم و پریشان دل و محسون، دل خسته نشستیم و پریشان دل و محسون، دل ریز درد و جگر از غم شده پرخون، دل رشت درد و جگر از غم شده پرخون. نه طالب حق مانده و نه اهل دل اکنون، نه طالب حق مانده و نه اهل دل اکنون، نه کوه کنی به سر و پامان نه مجنون، نه کوه کنی بی سر و پامان نمجنون. ما با کی نشینیم کیارون همه رفتن، ما با کی نشینیم کیارون همه رفتن. مردم قدمان در طلب عیش نهاده، مردم قدمان در طلب عیش نهاده، در چاه هوا و هوس خویش فتاده، در چاه هوا و هوس خویش فتاده. ای دوست مدل فکر جهان راه نداده،
ای دوست بدل فکر جهان راه نداده، برخیز در این راه نمانم پیاده، برخیز در این راه نمانم پیاده، راه است خطرناک سواران هم رفتن، راه است خطرناک سواران هم رفتن. باید زی صدای جرسی ایش خروشی، باید زی صدای جرسی ایش خروشی، بر عمر من دل تو اگر صاحب هوش. الحمدلله که اینا جنازه حضرت دوملا اگمتلا را خوندیم، واقعا موت عالم موت عالم است. بزرگ فرموده است چراغ هر دو عالم عالمانند، به معنی عالمانشان ای جهانند، کسی به علم نشناسد خدا را، نیابد رای حق رای خدا را. به علم عالمان سازی چو تحقیل، به قول مصطفی گردی تو کافی، رضای حق تعالی در امین است، در این فرمان رب العالمین است. خداوند سفری حضرت جان است، سفری مبارک بوششگاه ابدیش خداوند جنت الفردوس، خبرش را باقی از باقای جنت بگردان، یک روزنه یک پنجره از جنت الفردوس برای حضرت جان کشاده بگردان، و با باقی مانده نزدیکان و فرزندان و پیوندانش صدر جمیل و اجر عظیم خدا با نصیب بگردان، و گذشتگان ما و پدر و مادر ما را نیز خداوند مغفرت و جاهاشون از جنت بگردان. امین پروردگار مهربان با عزت اسماء الحسنا برادران مومنو که در هر سرزمین باشند، خدا نگهبان شو برادرای بچه های اکوتر، خدا کریم نگه باشد و عزتی اسم بسم باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحمنا انت خیر الراحمین. خدا نگهبان تو شود و دولت و کناساق سلامت بیارد تو برحمتی تو یا ارحم الراحمین. در نام جانم در حقتان دعا کرد بچه ها، خدا نگهبان تو. دریغا استونی حنان بیشکست، دریغا استونی حنان بیشکست، چراغی عالم و فرزان بیشکست، چراغی عالم و فرزان بیشکست، چی دنیای از حکیمان زیری خاکن، چی دنیای از حکیمان زیری خاکن، کناری شمع دین پروان بیشکست، کناری شمع دین پروان بیشکست، فروزانی شبی تاریک فنا شد، عصای عالمی ویران بیشکست، عصای عالمی ویران بیشکست، مصیبت بس گران صبر یا رب، مصیبت بس گران صبر یا رب، توانی این دلی دیوان بیشکست، در این ماهی مبارک رفت سویت، دلی خودی و هم بیگان بیشکست، جهان را از محبان نیست نامی، جهان را از محبان نیست نامی، مداری هر تنی مستان بیشکست، چنور در جهان بودی مبارک، هزاران قصه و افسانه بیشکست، قسم بر نامی پاکی کردگارم، در این شب بلبلان را لانه بیشکست،
چی سازد جز دعا اقبالی رشتی، چی سازد جز دعا اقبالی رشتی. چی سازد جز دعا اقبالی رشتی، کی طعمی شربتی پیمان بیشکست، کی طعمی شربتی پیمان بیشکست.